معاون جدید مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در امور ایران جان لیمبرد در 23 نوامبر در معرفی کتاب خود با عنوان مذاکره با ایران دست و پنج نرم کردن با ارواح تاریخ گفت آمریکا باید ضمن گفتگو با ایران متوجه تاریخ روابط خود با ایران باشد لیمبرد که منحصرا به عنوان نویسنده کتاب و نه یک مقام وزارت خارجه آمریکا صحبت می‌کرد به حاضران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن گفت که ارواح وقایع تاریخی در روابط ایران و آمریکا همیشه در اتاق مذاکره حضور خواهند داشت و از این رو بر نتیجه مذاکرات اثر خواهند گذاشت باید متوجه این ارواح باشیم شمارشان زیاد است و نیرومند هستند خیلی مقتدرند بسیار مهم هستند منظورم این است که روح مصدق ارواح اموال سازمان سیای آمریکا، ارواح امتیازجویان نفتی قدیمی برای نمونه روح آقای دارسی در آنجا خواهد بود ارواحی که کهنترند و متعلق به زمان پیمان ترکمن چای هستند شاید ارواح خوب و خیرخواه نیز حاضر شوند مثلا روح مورگان شوستر هاوارد بسکرویل روح شاه و ارواح کسانی که سفارت آمریکا را اشغال کردند چه بخواهیم و چه نخواهیم آنها بر نحوه برخوردها اثر خواهند گذاشت آنها در اتاق حضور خواهند داشت کتاب او اوایل ماه جاری توسط مؤسسه آمریکا برای صلح که یک نهاد پژوهشی مستقر در واشنگتن است منتشر شد لیمبرگ پیش از آن که اخیرا به مقام فعلی خود در وزارت خارجه آمریکا منصوب شود استاد آکادمی نیروی دریایی آمریکا بود وی که مورخی حرفه‌ای به حساب بیاید گفت پس از ارزیابی دستها و پندهای روابط تاریخی بین ایران و آمریکا به این نتیجه رسیده است که مذاکره کننده آمریکایی در مذاکرات با ایران باید 14 نکته را در نظر داشته باشد. اما باید ضمنا روشن سازم که این برنامه چهارده نکته ای یک شرط کلی خواهد داشت به این معنا که هیچ زمانتی در میان نخواهد بود شما ممکن است همه کارهایی را که میگویم بکنید و با این حال پیشرفتی به دست نیاورید و با همه این احوال ممکن است ناکام بمانید وی افزود که دلیل این که مذاکرات ممکن است به شکست بیانجامد این است که در هر دو طرف خصومت و سوءظن بسیار ریشه دار است لیمبرت گفت که شاید پیشنهادش در مورد برون رفت از بنبست سی ساله نوعی پارادوکس یا متقایر با برداشت های متعارف به نظر برسد on ما باید از یک سو بسیار شکیبا باشیم و انتظارات واقع گرایانه داشته باشیم و از سوی دیگر باید انتظارات بلند داشته باشیم باید مسئولیت بخواهیم و سختگیر باشیم یعنی ضمن اینکه شکیبا هستیم سختگیر هم باشیم زیرا در عرصه شکیبایی باید معیارهای پیشرفت خود را به شیوه بسیار خاص تعیین کنیم برای مثال ممکن است پیشرفت به معنای حل مسئله هستی ظرف یک هفته نباشد پیشرفت ممکن است مقدارش بسیار کمتر از آن باشد نمادین باشد چیز نگفته باشد تغییر لحن باشد به سادگی دست فشردن باشد اما به نظر من با توجه به آنچه که در سی سال اخیر گذشته است همان چیزهای کوچک نمایانگر تغییر است و ممکن است نشانگر یک تغییر مثبت باشد این روند آسان نخواهد بود. لیمبرت یک دیپلمات سابق با سابقه طولانی در ایران است. وی در طفولیت با والدین خود که در برنامه عمران بین المللی آمریکا خدمت می کردند در ایران زندگی می کرد. بعدها عضو داوطلب سپاه صلح آمریکا شد و در دانشگاه پهلوی در شیراز زبان انگلیسی تدریس می کرد. صحبت کنیم دیگه. ماه اینجا یاد گرفته باشیم. او که فارسی سلی صحبت می کند در ماه اوت 1979 به عنوان یک دیپلمات جوان در سفارت آمریکا در تهران به کار پرداخت سه ماه بعد همراه دیگر کارکنان سفارت آمریکا به وسیله دانشجویان خط امام گروگان گرفته شد او آن واقع را یک شکست شخصی توصیف می کند زیرا نتوانست در گفتگو با دانشجویان نظر مساعد آنها را جلب کند no one pushed me out the door. Um, I did it on my own. It was a terrible idea. هیچ کس مرا بیرون نکرد به ابتکار خودم عمل کردم فکر بسیار بدی بود اما هیچ کس در آن زمان راه حل بهتری به نظرش نمی رسید به این ترتیب بود که من با گروهی از ایرانیان جوان هیجان زده روبرو شدم باید بگویم که موفقیت من در آن گفتگو چندان شایان توجه نبود من خوب از عهده بر نیامدم نتیجتا من و پنجاه نفر از همکارانم چهارده ماه به گفته مارک بودن نویسنده میهمان آیت الله بودیم لیمبرد اوایل ماه میلادی جاری به مقام معاونت مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در امور ایران منصوب شد بسیاری از ناظران مسائل ایران انتصاب او را کوششی در راستای مرمت سیاست تعامل آمریکا در برابر ایران تلقی می کنند.